امروز که در تقویم به عنوان روز قلم نامگذاری شده، هر فردی رو به فکر کتابا و نویسنده ها میندازه. ما بچه های من و زبانم تصمیم گرفتیم که توی این روز درباره 3 تا کتاب کاربردی و مهم براتون صحبت کنیم. چیزایی که توی این پست بهتون درباره این کتابا میگیم با بررسی نظرات کاربرا به دست اومده و در واقع مجموع نظرات اوناست. اولیش کتاب 504 که حتما اسم این کتاب رو زیاد شنیدین. از این کتاب میتونید برای موفقیت توی کنکور، گوش دادن به اخبار، فهم دقیق‌تر دیالوگ فیلم‌های انگلیسی و حتی خوندن کتاب استفاده کنید. البته نقدهایی به این کتاب وارده، مثلا اینکه یه عده‌ای میگن لغات این کتاب منسوخ شدن و کاربردی نیستن. اما چنین چیزی درست نیست. اغلب هر روز لغات این کتاب رو از رادیو و تلویزیون و سایر رسانه‌ها میشنویم. بعضی‌ها میگن مدرسین زبان به قصد کسب درآمد این کتاب رو آموزش میدن، که خب این نقدم درست نیست. اما مهمترین اشکالی که این کتاب از نظر کاربر داره اینه که دسته‌بندی منطقی و مرتبطی نداره. کتاب بعدی کتاب آکسفورد ورد اسکیلز هست. این کتاب هم 3 جلد داره و از نظر کاربرا 3000 لغات کاربردی در انگلیسی را آموزش میده، که اتفاقا موضوع بندی خیلی خوبی هم داره. آموزش این کتاب بر اساس انگلیسی بریتانیاییه که تنها نقدی که بهش وارده اینه که از لغاتش توی آمریکا یا کانادا نمیتونید استفاده کنید. کتاب سوم هم Vocabulary for IELTS Advanced هست که توی 2 جلد برای آمادگی آزمون IELTS تهیه شده. این کتاب خیلی خوبه و نقدی از طرف کاربران نداشته. به طور کلی ایرادی که همه کتاب‌های لغت دارن اینه که تمرین کافی ندارن و شما خودتون مجبورید برای یادگیری لغات وقت زیادی صرف کنید و خودتون تمرین کنید. امیدواریم که این کتاب عالی رو تهیه کنید و با یادگیری لغات کاربردیشون روز به روز به زبان انگلیسی مسلط‌تر بشید.